اکنون تفسیر سوره قریش که این سوره 4 آیت دارد در مکه مکرمه نازل شده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الله سبحانه و تعالی می فرماید: برای شکر الفت و انس قریش، همان الفت آنها در سفرهای تجاری زمستانی به سوی یمن و تابستانی به سوی شام، پس باید پروردگار خانه کعبه را پرستش کنند، همان پروردگاری که آنها را از گرسنگی نجات و طعام داد و از ترس و خوف ایمنشان داشت. در تفسیر این سوره بسیار از مفسرها گفتند که جار و مجرور متعلق به سوره است که قبل از آن میباشد، یعنی آنچه با اصحاب فیل کردیم به خاطر امنیت قریش و پایدار بودن منفعت هایشان بود تا کوچ آنها در زمستان به یمن و در تابستان به شام برای کسب و تجارت به خوبی انجام بگیرد. پس الله سبحانه و تعالی کسانی را که به آنها قصد بد کردند هلاک کرد و حرم و اهل آن را در نزد عرب ها با اهمیت گردان تا همه به آنها احترام گذاشتند و هیچگاه به سوی آنها در هیچ مسافرت دست تعرض دراز نکنند. بنابراین آنها را به شکرگزاری فرمان داد و فرمود: باید پروردگار این خانه را پرستش کنند، یعنی او را یگانه بدانند و عبادت را خالصانه برای او انجام دهند. الذی اطعمهم من جوع و منهم من خوف، یعنی پس روزی فراوان و امنیت از بزرگترین نعمت های دنیوی است که ایجاب میکند آدمی شکر الله را به خاطر آن به جا آورد. پس ای الله، تو را بر نعمت های ظاهری و باطنیت ستایش میکنم. و الله تعالی فرمود: پروردگار خانه کعبه، با اینکه او پروردگار همه چیز است و این برای بیان فضیلت و شرافت کعبه میباشد.